برای بعض در این باره دکتر مجیب الرحمن رحیمی مشاور رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس امور رسانه های این شورا در استدیو حضور دانان خوش آمدین آقای رحیمی به برنامه وقت سان بخیر وضع روند با توجه و اتفاقات که در چند روز اخیر به ویژه چهار روز اخیر حاکم بوده بر روند چگون است؟ برنامه خدا و با عرض سلام خدمت شما و بینندگان برنامه نکته مهمی است که مذاکرات ادامه داره به یک بنبست که ادامه مذاکرات را مورد تهدید قرار بده روبرو نیستیم از اول مشخص بود که مذاکرات زمانگیر است و باید با صبر و حوصله مندی به مذاکرات و پیامدها و پیشرفت ها در مذاکرات نگاه بکنیم از نظر ما آغاز مذاکرات یک تحول مثبت بود حالا که دو طرف و بحث های خود ادامه میتن روی چگونگی توافق در پاورد طرز العمل یک تحول مثبت را نشان میدن طرف جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت مذاکره کننده ای ما در صحبتی که دیروزم رئیس شورای عالی مصالحه ملی با اونا داشت برخوردشان مثبت است آماده همکاری هستند و در مواردی هم که اختلاف پیش می سری و در این حال به سرعت تصمیم می گیرند دیدگاه خود را می کنند طرف طالبا اندک با کندی و با تعلل به پاسخ می و مسائل را دنبال می اما ما امیدوار هستیم که این مذاکراتی ادامه پیدا بکنه و ما با عبور از بحث توافق روی طرز عمل که یک کار اساسی و بنیادی به شمار می و مراحل بعدی مذاکرات که بحث روی اجنداست برسیم و از این مرحله عبور بکنیم خوب روند روند همراه با چالش ها و زمانگیر قابل پیش بینی بوده اما در پانزده روز طرز عمل نهایی نشده کار آجندا باقی است حسل مذاکرات همچنان قابل پیش بینی است چقدر زمان دیگر نیاز است تا کار نهایی شود یک مدت زمانی یا یک تاریخ را نمیشه برای مسئله تعیین کرد با توجه به دشواری هایی که شما برشمردین اما نفسی که مذاکرات ادامه داره دوستای بین المللی افغانستان هم در قضیه حضور دارن رای حلایی برای عبور از مشکلی که فعلا وجود داره پیشنهاد شده ما امیدوار هستیم که دو طرف روی یک رای حل معقول توافق بکنن و با عبور از این مرحله که بحث به اصول رفتاری و طرز عمل است ما برسیم و بحث روی اجندا اما تبعی زمان گیر می باشه با و اساس ما مردم را و رسانه های محترم را و جامعه ما را به صبر و حوصل مندی دعوت میکنم این مذاکرات و این بحث ها طبعا زمانگیر خود بود چقدر زمانگیر یک سال دو سال پنج سال ما که به سرعت به نتایج برسیم طرف جمهوری اسلامی افغانستان در سرعت بخشیدن به مذاکرات در رسیدن به توافق مشکل جدی نداره هیئت ما با صلاحیت رفته از کلیت جامعه افغانستان نمایندگی میکنه رهبری افغانستان هم در بحث مذاکرات با اتحاد و وحدت نظر از هیئت مذاکره حمایت میکنن اما پیش بین هستیم که ای آخرین دور مذاکرات نخواد بود اولین دور مذاکرات هست توقعی که ما داشتیم آغاز مذاکرات بود توافق روی طرز عمل یا حتی توافق روی اجندا و در دورهای بعدی مذاکرات که احتمالا در قطر یا کشورهای دیگه برگزار شود امیدوار هستیم که سرعت پیشرفت و دستیافتن به نتایج با در نظر داشت وضعیت در افغانستان در یک محدوده زمانی معقول صورت بگیره ولی پیش بینی طولانی شدن مذاکرات هم هست چه خوب دعوت میکنین مردم را به صبر و شکیبایی در این باب این صبر و شکیبایی به با ها با میخواه متوجه هستین هر روز چند نفر قربانی متاسفانه یکی از نکاتی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان روی از تمرکز داره فعلا و همچنان مورد توجه جامعه بین المللی و حیات مذاکره کننده ماست افزایش خشونت در افغانستان است توقعی مایی بود که در لحظه که مذاکرات آغاز شده در زمانی که طالبا با ادعایی که علیه اشغال می جنگیدن علیه نیروهای امریکایی و متحدینشان در افغانستان می جنگیدن حالا با اونا وارد یک توافق نامی شدن و علیه اون نیروها کدام حمله ندارن اما به قتل و کشتار مردم افغانستان مردم ملکی و حملات بالای موازی و قرارگاهی ارتش افغانستان که سرمایه ملی افغانستان است و در هر طرح هم ما به اون نیاز داره می دامن می این نقطه مورد نگرانی هست و اولین بحث در مرحله عبور با در مرحله عبور از توافق روی طرز عمل و رسیدن به اجندا بحث آتش بس و کاهش خشونت است ما برای اعلان کردیم که خشونت باید کاهش پیدا بکنه و این یک خواست جدی ما در مذاکرات و همچنان توجه داریم که در سطح بین المللی هم بلا استثنا. هم در سطح منطقی و هم در سطح بین المللی ای به عنوان یک تقاضا و یک جدی مطرح است تا از او بها و قیمت سنگینی که پرداخته میشه جلوگیری شود بسیار خوب قرار است درباره سفر فردای آقای عبدالله و اسلام آباد هم از شما بپرسم پاس در باب روند کنونی که در دو جریان داره فشرده تر بفرمایین گفتین را حل به مشکلات کنونی در باره طرز عمل پیدا خواهد شد چگونه؟ در دو روز و سه روز گذشته و همچنان در جریان امروز دیدگاه های و رای حل برای عبور از قضیه مطرح شده طبعا ما به جزیات قضیه رفتنم اما امیدوار که یک راه حل معقولی برای بیرون رفت از این بنبست و همچنان راه حلی که مورد قبول دو طرف باشه پیدا شود ما مشکل جدی نمی بینیم برای بیرون رفت از این موضوع طبعا طرف طالبان اصرار دارن که توافقشون و توافقای بعدی به حکومت افغانستان استوار با توافقنامه باشه که با علت متحده آمریکا امضا کردن اما اونا یک توافق با امریکا امضا کردن ما وارد یک بحث جدید و یک دوره جدیدی میشیم و در این زمان ما هم یک اعلامیه مشترکی را با ایالات متحده امریکا در او مرحله امضا کردیم و او رسما اعلان شد اختلافات روی همین قضیه است و که یک رای حل قابل قبول برای دو طرف برای بیرون رفت از این موضوع پیدا. بسیار خب یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان امروز گفته که اگر بنیاد مذاکرات و فقنامه صلح امریکا طالبان نباشه ادامه روند بیمناست ما در مورد صلح افغانستان صحبت میکنیم این منطق میلنگه وقت ما توافق درون کشور خود را و حل مسئله داخلی خود را وابسته بسازیم با توافق که با کشورهای بیرونی امضا شده و اولین کسایم که به حضور و به بحث کشورهای بیرونی اعتراض دارد حرکت طالب است تقاضای ما است که اونا با منطق و اقلانیت بیشتر با این قضیه توجه بکنن ما برای بیرون رفت از مشکلات خودمان و برای رسیدن به یک راه حل راه بسیاری وجود داره که او را جستجو کنیم و به قتل و خونریزی و کشتار در کشور پایان بسیار خوب اما یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی افغانستان در برابر این طالبان هم به اصل پذیرفته شدن اعلامیه های حکومت افغانستان، امریکا با حکومت افغانستان ناتو بوده این هم یک بحث خارجی حساب میشه این بحث در برابر خواست طالبان مطرح شده وقتی که اونا اصرار دارن که استوار باشه بر توافق نامه که اونا و ایالات متحده آمریکا امضا کردن اعلامی مشترک نیست. که منطقی نیست اعلامیه مشترک. ما ما گفتیم خب وقتی که شما اون رو مطرح میکنین یک اعلامیه مشترک دیگه هم امضا شده میشه بحثی تو مطرح شده که مذاکرات بر اساس توافقنامه شما با اساس اعلامیه آغاز شده این زمینه را امو توافقنامه و اعلامیه مشترک برای آغاز مذاکرات فراهم ساخته حالا این که ما چگونه باید به توافق برسیم یک بحث داخلی در اون افغانستان است که باید در مورد بحث بکنیم بسیار خوب چاره کار چیست یا همون راه حل که شما میگین چند گزینه داده شد به طالبان که رد کردن از قرار را گرفتن اعلامیه های افغانستان، امریکا، افغانستان، ناتو، فیصله لوی جرگه اخیر مشورتی سال و یا هم قرآن و حدیث مبنای کار قرار بگیره همین ها از طرف طالبان رد شدن و پافشاری روی توفقنامی امریکا طالبان است گزینه بعدی یا گزینه های بعدی چیز باقی مانده بحث ها روی یکی یا دوی گوزین ها هنوز ادامه داره به صورت قطع اینا رد نشده دیدگاه های برای طرف طالبا ایراه شده در امی دو روز اخیر و حیات ما منتظر پاسخ از اوناستن امیدوارستیم که اگرای حل برای بیرون رفت از این موضوع پیدا شود ما بیشتر از این وقت تلفی نکنیم و نقطه نگرانی ما تلفات ملکی و افزایش خشونت هاست که یک رای حل باید به این مسئله پیدا بسیار خوب یعنی در نهایت با در برابر تاکید طالبان بر مبنا قرار گرفتن توافق نامه امریکا طالبان در مذاکرات تمکین و انعطاف در کار نخواهد بود پذیرفتن نخواهد شد این تصمیم را حیات مذاکره کننده ای ما در قطر خود گرفت ما آماده یافتن یک راه حل معقولی که به نفع افغانستان و منافع مملکت ما باشه هستیم طرف مقابل را هم به معقولیت و رافتن یک راه حل معقول برای بیرون رفت از بنبست دعوت میکنیم بسیار قرار است رئیس شورای عالی مصالح ملی آقای عبدالله فردا راهی پاکستان شود نخواست این سفر با توافق ارگ انجام میشه دعوت برای سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی و قبلا رئیس اجرایی حکومت افغانستان چندین بار رسما ارسال گردید و قرار بود که دکتر عبدالله عبدالله به پاکستان بروند تقریبا میتونم بگیم که دو سه چهار بار دعوت رسمی صورت گرفت اما به این سفر به تاخیر افتید و بالاخره به با دعوت صدر پاکستان فردا دعوت صورت میگیره و در این مرحله هم ایشان ریاست شورای عالی مصالحه را به عهده در بحث سفر و رفتن به پاکستان اختلاف در رهبری حکومت افغانستان وجود ندارد هماهنگی های لازم صورت گرفته سفر از طرف رئیس شورای عالی مصالحه و در محور بحث های صلح صورت میگیره امیدوار که در این سفر که با صدر پاکستان رئیس جمهور رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس سنا وزیر خارجه رئیس ستاد ارتش و رئیس شورای علمای پاکستان ملاقات صورت میگیره همچنان در مرکز استراتژیک اسلام آباد رئیس شورای علی ملی سخنرانی می داشته باشند صح. و با تعدادی از شعرها و شخصیت های مطرح در پاکستان دیدار میکنن بحث صلح همکاری پاکستان مطرح میشه و توقعی ما که با این سفر یک فصل جدیدی از اعتماد متقابل و همکاری ها میان دو کشور آغاز شود علایم این همکاری ها را هم در صحبت های مقامات پاکستانی قبل از سفر حتما شما ملاحظه کردین مقاله ای که از طرف صدر پاکستان به رسیده بود امروز در واشنگتن پست نیت ها و آرزوهای خوبی اونا را در مورد قضای افغانستان و تلاشای های صلح نشان میداد و در این حال اعلامیه‌ای که امروز هم صادر کردن در مورد سفر امید بخش بود بسیار خوب باره پسانتر بس میکنیم اما در کل سفر با توافق هرگ انجام میشم سفر دعوت سفر به به صورت مستقل به رئیس شورای عالی مصالحه ملی آمده بود اما در سفر مخالفت دبار وجود دبار نداره دوباره به خاطر تکرار کردم دست. که تازه آقای خان نخست وزیر پاکستان از طرف آقای غنی و کابل دعوت شده یعنی در در یک فاصله زمانی کوتاه چرا رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پاکستان بره و سپس عمران خان به یک کابل حکمت دو موضوع با هم تعارض ندارن دعوت برای سفر به پاکستان قبلا به رئیس شورای مصالح ملی آمده بود و همونطور که شما گفتین در صحبتی که بین رئیس جمهور و صدر اعظم صورت گرفته از اونا دعوت کردن که از افغانستان دیدن بکنه هر قدر این روابط بیشتر شوه صدر اعظم پاکستان با افغانستان به افغانستان و همکاری جدیتری بکنن ما برداشت ما که ما را برای حل مشکلی فیلی که ما در افغانستان داریم و همچنان در رسیدن به توافق به طالبا کمک خواهد کرد اما نگرانی وجود دارد از نقش بیش از حد و بیراوی پاکستان در مسائل افغانستان و بجه در باب سال نگرانی ها تاریخچه و گذشته بسیار طولانی داره برخی از این نگرانی ها موجه هم هست اما در ای او آخر اواخر پاکستانیا همکاری کردن هم در بحث مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و طالبا و همچنان در آغاز مذاکرات قطر و سفرهایی که مقامات پاکستانی به افغانستان داشتن حکایت از یک تغییر در روی کرده پاکستان داره ما توقعی ما نیسته که در روی گذشته و استراتژی و سیاست گذشته پاکستان در قبال افغانستان تغییر بیا و به این نتیجه رسیده باشند که صلح در افغانستان و معنای صلح در پاکستان و صلح در منطقه است و معنای باز شدن یک فصل جدیدی از همگرایی و همکاری های منطقه است فصلی که در او آغاز اتصال منطقی و توسعه و سرمایه گذاری در این منطقه رقم میخوره سخن. ما میتونیم جنوب آسیا را با آسیا مرکزی وصل بکنیم سرمایه گذاری های چین در منطقه افزایش پیدا بکنه و تنشهای های منطقه به خصوص حضور تروریست که در قدم اول ما را تهدید میکنه و از اینجا در سطح بین المللی منافع کشورهای مختلف را تهدید میکنه این نابود و کاهش پیدا بکنه و ما در یک فضای متفاوتتر به زندگی و به همکاری و همسایگی خود ادامه بتیم اگر دوستای پاکستانی ما به نتیجه رسیده باشن طبعا ای یک آغاز نویره نشون بسیار خوب میشه به چنین نتیجه رسیدن پاکستان خوشبین باشیم در صورتی که مشکلات اصلی میان دو کشور حل ناشده باقی ماندن مثلا بحث دیورند بحث آبهای افغانستان نفوذ هند در افغانستان اگر مشکلات هم باقی است برای حل این مشکلات مذاکره و گفتگوست دولت پاکستان توقعی مایسته که روابطش با دولت افغانستان استقرار ببخشه بهبود ببخشه و روابط بین دو دولت صورت بگیره ما از حمایت از بازیگران غیر دولتی دست بکشیم اگر مشکلی هم باقی باشه در هر حوزه ای ما میتونیم او را از طریق بحث و گفتگو و مذاکره حل بکنه خب اگر اگر این دنبال کردن راه های غیر معقول غیر از مذاکره غیر از گفتگو و غیر از کاربرد یک عقلانیت در روابط منطقی و بین المللی طور که برای ما مشکل زاست بر پاکستان و بر کشورهای منطقه هم مشکل خلق می‌کنه چرا خب گفتین اگر یعنی مطمئن نیستین که مشکل با پاکستان باقی مانده باشه طبعا اگر وجود داره این مشکل مشکل امروز و فردا نیست که بسار به سرعت و بسادگی حل شود اما... جنجال های وجود داره اما ما شاهد یک تخیر و یک تحول هستیم سفر رئیس شورای عالی مصالحه از یک طرف به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه از سوی دیگه به عنوان نماینده یک جریانی که یک تاریخ و گذشته طولانی از فراز فرود را با پاکستان تجربه کرده میتونه یک آغاز خوبه برای تغییر و تحول و همکاری باشه بسیار خوب میریم به اصل با مسئله هدف های سفر تقویت اجماع منطقی و تقویت روابط در افغانستان پاکستان جمع چند مسئله دیگه گفته شده نخست در بس روابط افغانستان پاکستان رابطه چگونه است رابطه مثبت میان دو کشور وجود داره که تقویه شود یا نه روابط که دچار نوسان جدی و بعد از بیشتر تقویت بکنید سفر بیشتر تمرکز میداشته باشه روی بحث صلح و همچنان همکاری های رابطه پاکستان افغانستان هم جزء از این سفر است با توجه به او پیشینه و تاریخچه ای که در روابط یک بخش از جامعه با پاکستان اشاره کردم روابط ما با پاکستان مشخص است جنجال های خودم داشتن نقاط مثبت خودم داشتن نقاط منفی خودم ما با توجه به وضعیتی که در افغانستان داریم و با توجه به شرایطی که فعلا حاکم است و به سمت سوی که حرکت میکنیم محور تلاش ما تنش زدایی در منطقه است ما طرفدار همکاری استیم طرفدار اجماع منطقه استیم اجماع منطقه یک بخشش از طرف دولت افغانستان از طرف حکومت افغانستان دنبال میشه وزارت امور خارجه و تلاش هایی که در او مورد جریان داره دیپلماسی صلح شخص رئیس شورای عالی مصالحه دنبال میکنه و این سفرم هم در راستا صورت میگیره بعد از هم سفرهای دیگه هم در سطح منطقه صورت خود گرفت و در سطح فراتر از منطقه تعارضات و دیدگاه های متفاوتی که در مورد صلح وجود داره تلاش مخوادی بود که یک نقاط مشترک برای همکاری پیدا بسیار خوب بس سه دقیقه فرصت داریم آقای رحمی پرسش بس های بسیار باقی مانن کوتاتر خواهش میکنم دوباره بفرمایید پاس خواهیتان هم تقفیت منطقه ای اجماع در کار است در باب سلح افغانستان که تقفیت شما طبعا در سطح منطقه دیدگاهی مختلفی در مورد چگونگی رسیدن به صلح در برخی از موارد وجود دارد دیدگاهی که در پاکستان وجود داره در جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای میانه روسیه در سطح کشورهای خلیج عربستان سعودی امارات قطر اینا در عینی که ایران میکنن که از روند صلح در افغانستان حمایت میکنن دیدگاه متفاوت هم دارن در قضیه و شما در جریان مذاکرات افتتاح مذاکرات قطر هم شاهد برخیزی دیدگاه بودین ما امیدوار هستیم که همکاری جدیتری کشورها را در این مورد جلب بکنه وزیر خارجه ایران آقای ظریف چند روز پیش دقیقا 22 ماه روان میلادی گفت که روند صلح افغانستان با بنبست رو است. امریکا نقش مثبت در روند ایفا نکرده و نباید به های خروج امریکا بر افغانستان و منطقه تحمیل شما. روابط ما با جمهوری اسلامی ایران خوب است جمهوری اسلامی ایران رسما از رئیس شورای عالی مصالحه دعوت هم کردن که از ایران دیدن بکنن تماس های مستقیمی که ما با جمهوری اسلامی ایران و ما مقاماتی کشور داریم صح. اونا در خوب در سطح کلان با ایالات متحده و متحدینش مشکل دارن بحث صح. خارج از دایره داره و کنترول ماست اما در بحث صلح در افغانستان و برخورد مسئولانه و قضای افغانستان با ما و با جمهوری اسلامی افغانستان هم نظر است خب نخست وزیر پاکستان در مقاله که شما پیشتر از کردین به واشنگتن پوست از خرابکاران منطقی که منافعشان را منافع جیوپولیتیکشان را در بیثباتی در افغانستان دنبال میکنن گفته باید روند از این خرابکاران محافظت شود روند صلح کی است خراب کنند؟ من نمیتونم به نمایندگی از نخست وزیر پاکستان آه، 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 کسی را در این مورد نام ببرم اما شما میفهمین که کسان هستن که شما که رقابت هایی در منطقه میان پاکستان و برخی از کشورهای دیگه وجود داره ما همیشه تلاش بوده که ما بازی یا میدان رقابت های منفی نباشیم سو. و کشورهای همسایه ما به وزیر قابت منفی همکاری های سالم و سازندهی داشته باشند تا او تهدید ها که اولین قربانیش ماست من اون که شما گفتین تشکر. و اونا هم به این وقت به این باورستن که از حضور خرابکارا و تروریستا ضرر میبینند همکاری بکنن فرصت کاملا تمام است قای رئیس امور رسانه های شورای عالی مساله ملی و مشاور رئیس شورای عالی مساله میری از حضورتان در برنامه تشکر همچنان